به نام خدا و با سلام و صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خانم ها، آقایان، خوش آمدید به بسته خبری اول دلو 29 ربیع الاول و 21 جنوری سال 2015 میلادی. در ابتدا سرخط خبرها. جمع‌آوری بیش از 4000 درخواست پاسپورت از سوی پلیس هرات. رد 7 نامزد وزیر پیشنهادی از سوی مجلس نمایندگان. زخم برداشتن چندین اسرائیلی در حمله به پایتخت این کشور و تصرف کاخ ریاست جمهوری یمن توسط حوثی ها. محمد مجید موحد هستم و شما را فرا می‌خوانم به تفسیر اخبار. هزاران نفر از باشندگان هرات برای تحویل درخواست‌های پاسپورت خود در مقابل درب قماندانی امنیه این ولایت صف طولانی را تشکیل دادند. این افراد میگویند از ولسوالی‌های دوردست هرات به خاطر تحویل درخواستی‌های خود به قماندانی امنیه هرات آمدند، اما نتوانستند تا درخواست‌های خود را به این قماندانی تحویل دهند. از سوی دیگر سخنگوی پلیس هرات میگوید آنان امروز بیش از 4000 درخواست پاسپورت را جمع‌آوری نمودند. برای دریافت پاسپورت در هرات باید راه طولانی را پیمود. این صف طولانی از افرادی تشکیل شده که به خاطر دریافت پاسپورت به قماندانی امنیه هرات مراجعه کرده اند. مسئولان این قماندانی میگویند از صبح امروز بیش از 4000 درخواست پاسپورت را جمع آوری کرده اند. زمان کاری جنرال صاحب قطره بیش از 10000 عریضه باقی مانده بود که خوشبختانه با آمدن قماندان صاحب امنیه ولایت هرات، ضمن ای که 10000 عرایز از اونور مجددن برگشت خورده بود از مرکز کشور، اینور مجدد احکام دادن، در حدود 30000 عرایز دیگه امر شده و احکام شده و اینا آماده شد که تا به مرکز کشور به خاطر چاپ از اونا ارسال بکنیم. ابتدا این صف مقابل درب ورودی قماندانی امنیه هرات است و انتهای آن به جاده مخابرات میرسد. متقاضیان از راه های دور و نزدیک آمده اند تا بلکه بتوانند درخواست های خود را به قماندانی امنیه هرات تحویل دهند. ما صبح از دانشوری کشک را با سنگی آمدیم، به رابندی گیر کردیم، برف بوده، نه تونستیم وعده شما این بوده که امروز اینا بیان تحویل کردن. ما بیامدیم این حالی از ما تحویل نمی گیریم، مجبوریم پس هرین سرگردون باز بریم بخونه. ما از صبح بیامده به میجگاه گفتم شما بریم اول برج یازی، از صبح بیامده میجگاه 4000 نفر جمع کرده. نوبت دو ماه که برسید 4-5 دقیقه جمع کنه، نوبت دو ماه که برسید گفت اگه کی جمع میکنه ما بیان گوبره شما رو چهارشنبه ساعت 4 بعد از ظهر بیاین. حال 4 بعد از ظهر بیاد به کرستیان و هم خود ما چه رو آماده زبان. سمونوال عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنیه هرات از مردم میخواهد اگر به گونه ضروری نیاز به پاسپورت ندارند به خاطر دریافت آن به قماندانی امنیه هرات مراجعه نکنند. یک کم لطف بکنند، کسایی که واقعا ضرورت ندارند و یا کار ندارند مراجعه نکنند و اجازه بدن که تا مسئولین پاسپورت انمی عرایزی که جمع کردن که مدیریت پاسپورت با همون تعداد کم پرسنلی که داره هم جوابگوی اتباع خارجه هست، هم ای پاسپورت ها رو اجرا میکنه و هم برای هاجی آمادگی میگیرن. ما خوشمندم کسایی که اوقدر ضرور و عاجل کار ندارن دیگه تشریف نبیارن و اجازه بدن که مدیریت پاسپورت کار خود انجام بده. پیش از این برای یک خانواده یک پاسپورت صادر میشد، اما پاسپورت های جدید هر کدامشان برای یک نفر صادر می شود. حتی کودکان خردسال نیز باید پاسپورت جداگانه داشته باشند. این مسئله باعث شده تا صدور پاسپورت به کندی پیش برود. گرفتن هر جلد پاسپورت نزدیک به 3 ماه در هرات طول می کشد، اما در مرکز کشور در ظرف یک هفته پاسپورت برای متقاضیان توزیع می شود. 40 تن از هنرجویان تئاتر یک دوره آموزشی 8 ماهه را فرا گرفتند. این هنرجویان امروز نمایشی را به گونه زنده در تالار تئاتر هرات اجرا نمودند. در همین حال مسئولان مدیریت تئاتر هرات میگویند آنان با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند. هنر تئاتر بیش از 90 سال در هرات سابقه دارد. در طی سالیان اخیر این هنر صدمات زیادی دیده است و مورد کم توجهی قرار گرفته است. حالا تئاتر هرات میزبان 40 تن از هنرجویانی است که یک دوره آموزشی 8 ماهه را سپری کردند و حالا برای حاضران در تالار نمایش اجرا می کنند. خب در کشور ما طور که همه ما و شما در جریانیم، هنر چیزی است که فرهنگ را دینه می کنه.
و ما باید بیشتر تلاش کنیم. اگرچه شغل دوام ما از هنر، چون نمیتونیم تمام مصارف خور ما از هنر تامین کنیم و هنر هیچ حمایت نمیشه در افغانستان و جوان ها علاقه دارم، تمام تلاش خور میکنم و ما به فعال نیک میگیریم که حتما در آینده بیاری الله ای جور میشه و هنر ترقی میکنه در این کشور. مدت 8 ماه آموزش دیدیم و تحت نظر استاد عبدالرسول رحمانی که واقعا سر ما زحمت کشیدند و ما را به اینجا رساندند. دیگه یک تشکری خاص میکنم از کمپانی ال و دفتر عمومی تئاتر که واقعا این برنامه را برای ما جور کردند. این دوره تئاتر مقدماتی مدت 8 ماه طول کشید که در این مدت 8 ماه رو بیان، رو میمیک صورت، رو نمایشنامه خانی کلن رو از اینا فوکس شده بود که یعنی یک بازیگر میتونست دوره های مقدماتی کامل از این قسمت بیاموزه. با آنکه هنرمندان تئاتر هرات دستاوردهای قابل قبولی داشتند و همواره در شهرهای مختلف کشور و حتی کشورهای خارجی نمایش‌های را اجرا کردند، اما این هنرمندان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. بارها با شکایت داشتیم، بارها گله کردیم. متاسفانه وزارت اطلاعات فرهنگ هیچ نوع توجه در سه هنر تئاتر در افغانستان نکرده بود. امیدواریم که وزیر آینده افغانستان بیشتر در قسمت تئاتر بودجه در نظر بگیرم، تشکیل در نظر بگیرم و چیزی که بسیار مهمه برای ما اینه که باید تئاتر نادیده بشه و حضور خانم‌ها و همچنین حضور خانواده‌ها برای دیدن تئاتر. مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ هرات در مراسم اجرای نمایش هنرجویان مدیریت تئاتر هرات حضور دارند و میگویند در طی 13 سال اخیر به این رشته هنری کم توجهی شد و هنرمندان با کمترین حقوق به کار خود ادامه میدهند. واقعا با هنر تئاتر بی توجهی صورت گرفت. وزارت اطلاعات فرهنگ هیچ گونه بودجه جهت تقویه هنر تئاتر اختصاص نداده و از طرف ما تاکنون در هرات دانشکده به نام دانشکده هنرهای تئاتر و سینما نداریم و این یک مشکلی هست که ما از قبیل داشتن کارمندان مسلکی در هنر سینما و تئاتر محروم. تئاتر هرات برای نخستین بار در سال 1301 توسط عبدالواحد بهره و استاد فکری سلجوقی اساس گذاری شد. پس از آن عبدالرحیم سرخوش، محمد قوس اسکرزاده، الفت هروی و فرحت هروی بین سالهای 1340 تا 1360 تئاتر نوین هرات را ایجاد کردند. در این زمان تئاتر همواره مورد توجه مسئولین دولتی قرار داشت و بیشتر آنان در برنامه‌های نمایشی و تمثیلی هنرمندان اشتراک می‌کردند. این دوره درخشان‌ترین زمان تئاتر در هرات خوانده شده است. با این حال مسئولان تئاتر هرات از گشایش یک تئاتر خصوصی در آینده نزدیک خبر می‌دهند. مجلس نمایندگان افغانستان امروز 7 نامزد وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی را رد کرده است. نمایندگان مجلس علت رد این موضوع را داشتن تابعیت دوگانه عنوان کردند. نمایندگان مجلس تأکید دارند که از تصمیمشان برگشت نخواهند کرد. مجلس نمایندگان در مکتوبی که امروز چهارشنبه به ریاست جمهوری فرستاده است، از محمد اشرف غنی خواسته تا به جای 7 نامزد وزیر پیشنهادی افراد دیگری را معرفی کند. صالح محمد سلجوقی معاون دوم مجلس نمایندگان به رسانه‌ها گفته که این افراد به دلیل داشتن تابعیت دوگانه از سوی مجلس رد شدند. او گفت که نورالحق علومی نامزد وزیر وزارت داخله، سید سادات نادری نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی، آی سلطان خیری نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ، صلاح الدین ربانی نامزد وزیر وزارت امور خارجه، فیض الله کاکر نامزد وزیر وزارت مبارزه با مواد مخدر، شاهزمان میوندی نامزد وزیر وزارت شهرسازی و احمد سیار مهجور نامزد وزیر وزارت عدلیه کسانی هستند که از سوی مجلس رد شدند. گفته شده که نورالحق علومی تابعیت هلند، سادات نادری تابعیت بریتانیا، آی سلطان خیری تابعیت ترکیه، صلاح الدین ربانی تابعیت بریتانیا، فیض الله کاکر تابعیت آمریکا، شاهزمان میوندی تابعیت آلمان و احمد سیار مهجور تابعیت فرانسه را دارند. مجلس نمایندگان افغانستان پیش از معرفی کابینه دولت وحدت ملی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن با نامزد وزرای دارای تابعیت دوگانه از سوی نمایندگان مردم در مجلس رأی داده نخواهد شد.
این در حالی است که 4 تن از نامزد وزیران معرفی شده حکومت به مجلس امروز چهارشنبه برنامه‌های کاریشان را به نمایندگان ارائه کردند. شیر محمد کریمی نامزد وزیر وزارت دفاع ملی، محمد گل زلمه یونسی نامزد وزیر وزارت معارف، فیض محمد عثمانی نامزد وزیر وزارت حج و اوقاف و نصیر احمد دورانی نامزد وزیر وزارت انکشاف دهات از جمله نامزدانی بودند که برنامه‌هایشان را به مجلس ارائه کردند. این در حالی است که بر اساس بررسی کمیسیون موظف مجلس تا هنوز سوابق تحصیلی و تابعیت 10 تن از نامزد وزرای پیشنهادی از فیلتر مجلس گذشته و اسناد متباقی نامزدان زیر بررسی قرار دارد. در گزارش تازه دیدبان بین‌المللی حقوق بشر آمده است که حکومت افغانستان و سیاستمداران کشور بیشترین موارد خشونت در برابر خبرنگاران را انجام می‌دهند و روزنامه نگاران بیشتر از سوی افراد دولتی در خطر هستند. همچنین طالبان و افراد مسلح غیر مسئول نیز به عنوان یکی دیگر از گروه‌های تهدید کننده خبرنگاران معرفی شدند. دیدبان بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی که امروز چهارشنبه اول دلو به نشر رسانده گفته است خشونت و تهدید علیه خبرنگاران افغانستان از جانب حکومت و نیروهای امنیتی رو به افزایش است. در گزارش آمده که تهدید و خشونت فزاینده از جانب افراد و اشخاص دولتی و غیر دولتی توأم با فقدان حمایت دولت از خبرنگاران و همچنین کاهش فزاینده حمایت‌های بین‌المللی از جمله عواملی‌اند که آزادی رسانه‌ها در افغانستان را با خطر مواجه می‌سازد. این نهاد هشدار داده است که این گونه حملات و تهدیدات در برابر خبرنگاران دستاوردهای افغانستان در عرصه آزادی رسانه‌ها که از سال 2001 بدین سو نصیب این کشور شده است را به مخاطره می اندازد. در گزارش 48 صفحه دیدبان حقوق بشر که تحت عنوان گزارش دهی را متوقف کنید، در غیر آن فامیل شما را از بین خواهیم برد، تهدیدات نسبت به آزادی رسانه‌ها در افغانستان به نشر رسیده. گفته شده که ارعاب‌ها، تهدیدات و حملات صورت گرفته بر علیه خبرنگاران و ناتوانی حکومت افغانستان در تحقیق قضایای مربوط به این نوع حملات، محاکمه و مجازات عاملان آن مستندسازی شده است. بر اساس این گزارش، ناکامی حکومت در حمایت از آزادی بیان، عناصری را که مصمم به سرکوب کردن جریان‌های نقد کننده عملکرد حکومت، نیروهای امنیتی و سایر عناصر زورمند در افغانستان هستند، قوت بیشتر داده است. همچنین گفته شده که گروه شورشی طالبان از طریق هدف قرار دادن مستقیم خبرنگاران به دلیل تهیه گزارش‌های نامطلوب به ذم آنان به ایجاد فضای ترس و وحشت برای خبرنگاران به شکل فزاینده‌ای کمک کرده است. همچنین در گزارش گفته شده که اکثر خبرنگاران از تهیه گزارش در مورد موضوعات حساسیت برانگیز به شمول فساد اداری، غصب زمین، خشونت علیه زنان و موارد نقض حقوق بشر خودداری می‌کنند. از سوی هم خبرنگارانی که در خارج از شهرهای عمده کشور فعالیت می‌کنند، به طور خاص نسبت به انتقام گیری های افراد و گروه های زورمند آسیب پذیر هستند، زیرا آنان بیشتر در معرض تهدید قرار دارند. خبرهای کوتاه داخلی را همکارم خانم علیزاده تقدیم می کند. سرمشاور جدید پلیس هرات به کار آغاز نمود. دگرمن گویدو کاپنتو سرمشاور قبلی پلیس هرات که میعاد ماموریتش در چوکات قماندانی آیساف به اتمام رسیده است، روز گذشته طی یک مراسم ویژه مسئولیتش را به دگرمن سرجیو دی روسالیا واگذار نمود. در این مراسم که با حضور پاسوال عبدالباقی بهسودی قماندان امنیه هرات، تورن جنرال عبدالصبور ثبات رئیس امنیت ملی، مل پاسوال محمد جمعه عدیل قماندان زونه 705 سرحدی و مل پاسوال سید باقر مرتضوی قماندان لوای نمبر 7 امن و نظم عامه در قماندانی نیروهای ائتلاف برگزار شده بود. قماندان امنیه هرات از تلاش‌های سرمشاور قبلی این قماندانی در قسمت تجهیز و آموزش نیروهای پلیس و مشوره‌دهی‌های مفیدش ابراز سپاس نمود. جنرال بهسودی همچنین از سرمشاور جدید خواست تا برنامه‌های نیمه کاره سرمشاور قبلی را دنبال نماید. سپس مل پاسوال محمد جمعه عدیل قماندان زونه 705 سرحدی که این سرمشاور مسئولیت مشوره‌دهی پلیس سرحدی را نیز به عهده داشت، از اقدامات وی به نیکویی یادآوری نمود. گفت بدون شک بر اثر مشاوره های ایشان است که پلیس سرحدی در سمینارها و دوره های آموزشی که با تلاش این افسر ارتش ایتالیا تدوین شده بود، بیشتر از گذشته مسلکی تر انجام وظیفه نمایند. در ادامه دگرمن سرجیو دی روسالیا سرمشاور جدید پلیس هرات با بیان اینکه جامعه جهانی متحد به حمایت از نیروهای امنیتی افغان هستند، در قسمت حمایت، تجهیز و مشوره دهی های مسلکی به پلیس اطمینان سپرد.
در اخیر این مراسم تودیعی و معارف لوح‌های سپاس و تحایف قماندانی امنی هرات و قماندانی زون 705 سرحدی به دگرمنگوید کاپنتو سرمشاور قبلی قماندانی امنی هرات و پلیس زون سرحدی اهدا شد. مسئول بخش سیاسی دفتر سازمان ملل متحد در هرات در دیدار با قماندان لوای هفتم امن و نظم عامه بر بهبود و ارتقای سطح همکاری‌های تیم مشوره‌دهی ناتو در زون غرب تاکید نمود. در این دیدار آقای آزاد لاچنیان مسئول بخش سیاسی سازمان ملل متحد در هرات پیرامون وضعیت امنیتی در زون غرب و ارتقای سطح همکاری‌های تیم مشوره‌دهی ناتو در زون غرب صحبت نمودند. سپس مل پاسوال سید باقر مرتضوی قماندان لوای هفتم امن و نظم ضمن معلومات مختصر و اشاره بر اوضاع جاری امنیتی زون غرب تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان با همکاری دوستان بین المللی در 13 سال گذشته به پیشرفت‌های زیاد نایل آمده و توانسته است در حال حاضر مسئولیت امنیتی تمام کشورشان را به تنهایی به عهده بگیرند که این نشان دهنده توانایی‌ها و ظرفیت‌های این نیروها میباشد. همچنین قماندان لوای هفتم امن و نظم عامه افزود که آنها امیدوارند که در ماموریت جدید قوای ناتو بیش از هر زمان دیگر در بخش تعلیم، آموزش، تجهیز و تسلیح نیروهای امنیتی توجه صورت گیرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی صبح امروز چهارشنبه کابل را به مقصد اشقابات پایتخت ترکمنستان ترک کرد. منابع در ارگ ریاست جمهوری میگوید که در این سفر 52 مقام دولتی به شمول عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی، حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، عمر زاخلوال مشاور اقتصادی رئیس جمهور، عتیق الله عاطف‌مل سرپرست وزارت امور خارجه آقای رئیس جمهور را همراهی می کنند. به گفته منبع قرار است رئیس جمهور غنی و هیئت همراهش در این سفر با مقام های بلند رتبه دولت ترکمنستان دیدار و گفتگو کنند. گفته شده که در این دیدار دو طرف پیرامون گسترش روابط در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تجاری بحث و گفتگو می نمایند. ترکمنستان از کشورهای آسیای میانه و یکی از همسایه های شمالی افغانستان است که در سالهای گذشته در بخش‌های انرژی و برق با کشور همکاری داشته است. رئیس جمهور پیش از این به کشورهای عربستان سعودی، چین، پاکستان و امارات متحده عربی نیز سفر کرده است. بیش از 12,000 کیلوگرم مواد مخدر و همچنین مشروبات الکلی دیروز در ولایت کندوز حریق شدند. به گفته عبدالبصیر مرشد رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت کندوز، بیش از 12,000 کیلوگرم مواد مخدر، هیروئین، تریاک و چرس و هزاران بوتل مشروبات الکلی که در جریان دو سال گذشته از مناطق مختلف کشور کشف و ضبط شده بود در حضور هیئت وزارت امور داخله، والی کندوز و شماری از مسئولان از بین برده شد. جنرال امام الدین مطمئن رئیس قطعات خاص نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور میگوید که وزارت داخله تلاش دارد تا تمامی راههایی که قاچاقبران از آن استفاده میکنند تحت کنترل جدی قرار دهد تا در سال روان مبارزه جدی در برابر قاچاقچیان مواد مخدر داشته باشد. محمد عمر صافی والی کندوز میگوید که کشت کوکنار از 8 سال به این سو در این ولایت به صفر رسیده است. در پی عملیات‌های نیروهای امنیتی در 24 ساعت گذشته در کشور 24 مخالف مسلح دولت کشته شدند. وزارت امور داخل افغانستان با نشر خبرنامه میگوید که در عملیات‌های نیروهای امنیتی در این مدت 24 شورشی طالب کشته، 28 تن دیگر زخم برداشته و 6 تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیدند. این عملیات‌ها در بخش‌هایی از ولایت‌های قندهار، میدان وردگ، نیمروز و قندوز از سوی نیروهای امنیتی روی دست گرفته شده است. عملیات‌ها به هدف بهبود وضعیت امنیتی چند ولایت کشور و سرکوب کردن مخالفان مسلح در این ولایت‌ها به همکاری نیروهای ارتش و امنیت ملی راه اندازی شده است. خبرنامه می‌افزاید که نیروهای امنیتی در این عملیات‌ها مقدار جنگ افزار را نیز به دست آوردند. یک تن به اتهام جعل اسناد در کابل بازداشت شد. ریاست امنیت ملی با نشر خبرنامه گفته است که فردی که کارت‌های جعلی برای حمل و نقل سلاح را طبع و توزیع می‌کرد، بازداشت گردیده است. این فرد که ایمل نام دارد، کارت جعلی حمل و نقل سلاح، جواز فعالیت شرکت‌ها و تذکره تابعیت را در بدل اخذ پول برای اتباع داخلی و خارجی و افراد غیر مسئول توزیع می‌کرد. از این مخفیگاه که این مرد در آن فعالیت می‌کرد، در ناحیه چهارم شهر کابل به تعداد 95 قطعه کارت غیرقانونی حمل سلاح، تذکره‌های جعلی
جعلی و جواز جعلی فعالیت شرکت ها به دست آمده است. در پی عملیات های نیروهای امنیتی در ولایت کنر 261 مخالف مسلح کشته شدند. مقامات نظامی در ولایت کنر میگویند که این عملیات ها در ولسوالی دانگام این ولایت که از یک ماه پیش آغاز شده بود دیروز پایان یافته است. مقام های قلوردوی 201 سیلاب میگویند که در جریان این عملیات 261 طالب کشته و 147 تن آنان زخم برداشتند. آنان گفتند که در این عملیات 17 نظامی کشته و 45 تن دیگر از سربازان ارتش زخم برداشتند. بخش هایی از ولسوالی دانگام که در کنترل طالبان بود در جریان این عملیات پاکسازی شده است. خبرهای خارجی را پس از میان برنامه کوتاه پی می‌گیریم. به خبرهای خارجی از استقلال خوش آمدید. مردی فلسطینی امروز با کارد به سرنشینان اتوبوسی در اسرائیل حمله نموده و چندین اسرائیلی را زخمی کرده است. مهاجم از عربهای ساکن در کرانه باختری رود اردن بوده است و پس از حمله توسط پلیس بازداشت شد. جنبش حماس از این حمله استقبال نموده است. روز چهارشنبه اول دلو پلیس شهر تل اویو در اسرائیل گزارش کرد که یک مرد فلسطینی مسلح به چاقو به سرنشینان یک اتوبوس شهری حمله و 9 نفر از جمله راننده اتوبوس را زخمی کرده است. فرد مهاجم که به عنوان مسافر سوار اتوبوس شده بود پس از حمله به سایر سرنشینان از اتوبوس خارج شد و در صدد فرار برآمد. اما چند مأمور پلیس زندان محلی که تصادفاً در محل حضور داشتند او را از ناحیه پا هدف گلوله قرار دادند و دستگیر کردند. پلیس گفته است که فرد بازداشت شده از ساکنان سرزمین‌های فلسطینی در کرانه باختری رود اردن است. اسرائیل این حمله را تروریستی توصیف کرده و گفته است که وضع 4 تن از زخمی‌های این حمله وخیم است و جراحت بقیه متوسط یا سطحی توصیف شده است. اما جنبش مقاومت اسلامی حماس این حمله را پاسخ طبیعی فلسطینی‌ها به اقدامات اشغالگرایانه اسرائیل دانسته است. این حمله در ادامه رشته حملات فلسطینیان به شهروندان اسرائیل است که در آنها چاقو و اسید به کار گرفته شده است. مقامات اسرائیلی این گونه اقدامات را حملات انفرادی توصیف کرده و گفتند که در چند ماه اخیر چندین نفر در حملاتی از این نوع کشته و زخمی شدند. چندی پیش یک فلسطینی مسلح به تفنگ و ساطور قصابی به یک کنیسه یهودیان در بیت المقدس حمله کرد و 5 نفر را به قتل رسانید. مقامات اسرائیلی محمود عباس رئیس و سایر مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی را به برانگیختن احساسات ضد اسرائیلی ساکنان کرانه باختری متهم کرده و گفتند که این نوع حملات نتیجه اظهارات آنان بوده است. بیشتر حملات در بیت المقدس روی داده. هر چند مواردی نیز از تل آویو و برخی مناطق کرانه غربی گزارش شده است. کاخ ریاست جمهوری یمن شب گذشته به تصرف نیروهای جنبش انصار الله حوثی درآمد. پس از تصرف کاخ ریاست جمهوری، رهبر حوثی ها در بیانیه ای علت این حمله را عدم صداقت برخی از نزدیکان رئیس جمهور در امر صلح دانست و آنان را متهم به توطئه نمود. کاخ ریاست جمهوری یمن از دو روز پیش به محاصره شبه نظامیان حوثی در آمده، اما با وجود خبرهای منتشره درباره وجود توافق با عبدالرب منصورالهادی رئیس جمهوری این کشور برای آتش بس، حوثی ها سه شنبه کاخ ریاست جمهوری را هدف حملات خونپاره‌ای خود قرار داده و سپس آن را تصرف کردند. نادی سقاف وزیر اطلاع رسانی یمن اعلام کرد که پس از تصرف کاخ ریاست جمهوری به دست حوثی ها، درگیری هایی در محیط محل اقامت عبدالرب منصورالهادی نیز صورت گرفت. ساعتی بعد منابع یمنی گزارش دادند که این درگیری ها متوقف شده است. خبرگزاری رویترز هم تاکید کرد که عبدالرب منصورالهادی رئیس جمهور یمن در سلامت کامل به سر میبرد. شورشیان حوثی پیشتر کنترل ورودی های کاخ ریاست جمهوری یمن را در دست گرفته بودند. در همین حال عبدالمالک حوثی رهبر گروه شورشی حوثی های یمن گفت که قصد اجرای توافقنامه صلح و شراکت را دارد، توافقی که در نتیجه جلسات گفتگوی ملی پس از کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن در نتیجه اعتراض‌های مردمی منعقد شد.
حوثی در عین حال هشدار داد که هیچ کس از اقدامهای نیروی انصار الله مسئولیت ندارد، حتی شخص رئیس جمهور و تمام سناریوهای احتمالی مطرح است. در این بیانیه عبدالملک حوثی از عبدالرب منصور الهادی خواست که به مشوره های خارجی گوش ندهد، چرا که به گفته او به تجزیه یمن خواهد انجامید. او از دولت یمن انتقاد کرد و گفت که عبدالرب منصور الهادی به توافق نامه صلح و شراکت عمل نکرد، توافقی که به گفته او برای بنای یمن جدید بسیار مهم بود. رهبر حوثی ها رئیس جمهور یمن را به حمایت از مفسدان متهم کرد و گفت که پسر رئیس جمهور خود در فهرست فاسدان است. از سوی دیگر بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد عصر سه‌شنبه ضمن ابراز نگرانی از بحران یمن خواستار آن شد تا درگیری های پایتخت که در اطراف کاخ ریاست جمهوری یمن ادامه دارد به سرعت متوقف شود. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در کنگره بار دیگر به صراحت گفت که با توجه به در جریان بودن مذاکرات با ایران، در صورت تصویب طرح تازه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران آن را وتو خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا عصر سه‌شنبه 20 جنوری در سخنرانی مهم سالانه خود در کنگره گفت که دیپلماسی آنان در قبال ایران همچنان در جریان است و برای نخستین بار در یک دهه گذشته دو طرف راه پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را سد کردند و از ذخایر مواد هسته‌ای این کشور کاسته شده است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به صراحت گفت که هیچ تضمینی وجود ندارد که مذاکرات نتیجه بخش و موفقیت آمیز باشد و وی همچنان همه گزینه‌ها را روی میز نگه خواهد داشت. با این همه او تاکید کرد که تحریم‌های جدید اگر در کنگره به تصویب برسد در شرایط کنونی هیچ تضمینی نخواهد داشت، جز این که دیپلماسی را به بن‌بست می‌رساند، آمریکا را از همپیمانانش دور خواهد کرد و ایران بار دیگر برنامه هسته‌ای خود را از سر خواهد گرفت. باراک اوباما گفت با توجه به این که منطقی در پس این اقدام نمی‌بیند، هر طرح معطوف به تشدید تحریم‌ها علیه ایران را وتو خواهد کرد تا پیشرفت‌هایی که تا به اینجای کار حاصل شده از دست نرود. پیشتر خبرهایی درباره تلاش‌های حامیان تشدید تحریم‌های ایران در صنایع آمریکا منتشر شده بود که هنوز به طور رسمی در قالب طرح ارائه نشده، اما قرار است به زودی در سنا به بحث و رأی گذاشته شود. بر اساس این طرح، اگر تا موعد ضرب الاجل تعیین شده، یعنی اول جنوری، توافق جامع میان ایران و گروه یک مثبت 5 حاضر نشود، تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا از آغاز سال 2015 میلادی در 3 هفته پیش تا کنون از وتوی 7 لایحه کنگره سخن گفته که یکی از این لوایح لایحه پیشنهادی تعدادی از اعضای کنگره در ارتباط با تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران است. وضعیت آب و هوا و نرخ اسعار را می‌بینیم. فردا پنجشنبه آسمان کابل ابری برفی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 5. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف ابری بارانی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 1. قندهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 0. جلال آباد ابری بارانی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 4. قزوین ابری برفی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 12. بامیان ابری برفی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 13. یک دلار آمریکایی خرید 57 افغانی 30 پول، فروش 57 افغانی 40 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 66 افغانی 50 پول، فروش 66 افغانی 80 پول. یک پوند انگلیسی خرید 86 افغانی، فروش 86 افغانی 30 پول. هزار تومان ایرانی خرید 16 افغانی 65 پول، فروش 16 افغانی 70 پول. هزار کالار پاکستانی خرید 566 افغانی، فروش 567 افغانی. هزار روپیه هندی خرید 920 افغانی، فروش 930 افغانی. یک درهم امارات خرید 15 افغانی و 60 پول، فروش 15 افغانی و 70 پول.
1 ریال سعودی خرید 15 افغانی و 15 پول، فروش 15 افغانی و 25 پول. در اخیر مروری دوباره داریم بر سرخط خبرها. جمع‌آوری بیش از 4000 درخواست پاسپورت از سوی پلیس هرات. رد 7 نامزد وزیر پیشنهادی از سوی مجلس نمایندگان. زخم برداشتن چندین اسرائیلی در حمله به پایتخت این کشور. و تصرف کاخ ریاست جمهوری یمن توسط حوثی‌ها. بینندگان عزیز، این بود بسته خبری که خدمت شما تقدیم شد. من و سایر همکارانم در تیم خبر اوقات خوشی برایتان آرزو می‌کنم. شاد و پیروز باشید. Thank you.